کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند لطفا قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانی زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید علی خان زن به کرمان رفت انگامی که لطف خان زن در قاین بود جهانگیر خان از عمرای سیستان داوطلب شد که به وی کمک نماید و گفت که هزار سوار به وی خواهد داد فکر رفتن به شهر کرمان که همان سبب نابودی لطفعلی خان زن گردید در قاین به وجود آمد مورخین دوره قاجاریه برای اینکه دستور کور کردن مردم کرمان را موجه جلوه دهند نوشتند که مردم کرمان یاقی شدند و بر مرتزا خان حاکم شهر که از طرف آقا محمد خان به حکومت آنجا منصوب شده بود شوریدند و همچنین بر محمد ابراهیم آقای قاجار معاون حاکم و فرمانده پادگان کرمان تقیان کردند و آن دو را از شهر بیرون نمودند تا اینکه لطفعلی خان زند را به حکومت انتخاب نماید مردم کرمان در ایران به سلامت نفس معروف هستند و به دفعات مورد مظالم شدید قرار گرفتند و دست تقیان بیرون نیاوردند مرتزا قلی خان حاکم کرمان با اینکه خیلی ظلم میکرد کرد و به زور از مردم پول میگرفت باز مردم کرمان در فکر شورش نبودند آنچه سبب شد که در کرمان شورش به وجود آمد تحریک حاجی ابراهیم خان کلانتر شیرازی بود که میخواست یکی از دوستان خود را حاکم کرمان کند و با حاکم وقت به طور غیر مستقیم مخالفت میکرد در اینکه که سکنه کرمان حکومت لطفالی خان زند را بر حکومت معمورین آقا محمد خان ترجیح می دادن، تردیدی وجود ندارد چون لطفعلی خان زند مثل کریم خان زند مردی بود داد گستر و رعوف و بی آزار و اهل کرمان این واقعیت را می دانستن. ولی با اینکه اطلاع داشتن که لطفلی خان زن مردی عادل است نمیخواستند که علیه حاکم آقا محمد خان قاجار تقیان نمایند و تحریک حاجی ابراهیم کلانتر در کرمان یک شورش به وجود آورد و سبب گردید که مرتزا قلی خان در ارک کرمان محصور شود و مردم کرمان توانستن وی را بیرون کنند مورخین دوره قاجاریه که مردم کرمان را یاقی قلم داد کرده اند از ظلم مرتزا قلیخان چیزی ننوشتند در نظر آنها یک حاکم مجاز بود که هرچه میخواهد بکند و برای تحصیل پول مردم را گرفتار شکنجه نماید ولی مردم حق نداشتند اعتراض کنند و اگر اعتراض می کردن یاقی به شمار می آمدند واسطه فیما بین سکنه کرمان و لطفلی خان زند جهانگیر خان سیستانی بود که مصمم شد به خان زند کمک نماید و او را قائل کرد که هرگاه کرمان را مرکز حکومت خود کند خواهد توانست بر فارس و آنگاه سایر نقاط ایران مسلط گردد لطف علی خان زند به طوری که اشاره نمودیم می اندیشید که اگر در کرمان سکونت نماید ممکن است که مورد محاصره قرار بگیرد اما جهانگیر خان و دیگران به او گفتند که کرمان دارای حصار است متین و آقا محمد خان قاجار ولو توپ بیاورد نخواهد توانست که بر کرمان غلبه نماید و پس از اینکه فصل پاییز فرا رسید و سرمایه مهیب زمستان کرمان شروع شد خاجه قاجار چاره ندارد جز اینکه محاصره کرمان را ترک کند و قشون خود را از آنجا ببرد لطفلی خان زن تا آخرین روز که در قاین بود تردید داشت که آیا به کرمان برود یا نه ولی درخواست مردم کرمان که خواهان حکومت خان زن بودند و اصرار جهان خان سیستانی بر تردید خان زن غلبه کرد و راه کرمان را پیش گرفت قبل از اینکه که لطفلی خان زن وارد کرمان شود آقا محمد خان قاجار حصار محکم شیراز را ویران کرده بود شیراز دارای حساری بود از ابنیه قدیم که ای از مورخین گذشته از آن یاد کرده اند و از جمله تیمور لنگ در خاطرات خود به آن اشاره کرده است. آقا محمد خان می ترسید که لطفلی خان زند شیراز را اشغال کند و در پناه حسار شهر قرار بگیرد که در آن صورت گرفتن شیراز از او بسیار مشکل خواهد بود لذا امر کرد که حسار شیراز را ویران نمایند و آوار آن را در خندق شهر بریزند و آن را پر کنند تا اینکه شیراز نه خندق داشته باشد و نه حصار و دستور آقا محمد خان قاجار به موقع اجرا گذاشته شد جهانگیر خان سیستانی که اصرار داشت لطفعلی خان زن را در کرمان مستقر کند واسطه مذاکره بین خانه و عمرای محلی کرمان گردید و اکثر عمرای محلی گفتند که طرفدار لطفلی خان زند هستند و سلطنت وی را به رسمیت میشناسند و حاضرند که برای پیروزی خانزند بر آقا محمد خان قاجار فداکاری کنند و عده از آنها به عهد خود وفا نمودند و در جیروف و تهرود و شهر بابک به طرفداری از لطفلی خان زند قیام کردند و عده از آنان جان را بر سر وفای به عهد گذاشتند آقا محمد خان قاجار بعد از این که شنید که لطفعلی خان زند از خرمنکوه گریخ و به سوی مشرق ایران رفت اندیشید که به طور موقت خطر خانه دور شده و قصد داشت که در بهار سال 1208 هجری قمری به خراسان برود ولی در آن هنگام که میخواست از تهران پای تخت خود به خراسان برود به وی اطلاع دادند که لطفلی خانه زند در کرمان مستقر شده و خود را پادشاه میخواند و عزم دارد که به فارس حمله ور شود و شیراز را اشغال نماید همین که آن خبر به خواجه قاجیار رسید برادر زاده خود خان بابا جهان بانی یعنی فتح شاه آینده را با پنج هزار سوار به سوی کرمان فرستاد و به او گفت که من هم در قفای تو می آیم و بعد از اطراف سرباز خواست و حکام ولایاتی که جزء قلم رو به سلطنت وی بودن برای او سرباز فرستادند خاجه قاجار با یک قشون نیرومند متشکل از سربازان استرابادی و شاهرودی و مازندرانی و تالشی و خمس ای و اده ای از اشایر کرمانشاهان و دسته از اشایر سیلاخور به راه افتاد و در فارس هم دسته دیگر به او ملحق شدند. مورخین قاجاری نوشته اند که خاجه قاجار روز چهارم ماه شوال از تهران به سوی کرمان به راه افتاد و این تاریخ درست است چون در تمام تواریخ دوره قاجاری ثبت شده است در مورد شماره سربازان قشون آقا محمد خان گویا اقراق گفته اند زیرا در بعضی از تواریخ دوره قاجاریه شماره سربازان قشون آقا محمد خان را هنگام حرکت از تهران یک هزار نفر نوشته اند و بعد از اینکه آقا محمد خان به فارس رسید ادعی دیگر به وی ملحق شدند و چون شماره آنها به قول مورخین کمتر از ده هزار نفر نبوده آقا محمد خان با قشونی متشکل از یک هزار سرباز به کرمان رسیده و این گفته با توجه به مقتضیات آن عصر و مشکلات فراهم کردن آزوق و علیق و فقدان جاده های عریض و مسطح اقراق به نظر می رسد. خاجه قاجار متوجه شده بود که لطفعلی خان زند اگر دلگرمی نمی داشت خود را به کرمان نمی رسانید و معلوم می شود که قوت قلب دارد و میداند که از حمایت عمرای کرمان برخوردار خواهد گردید و لذا برای پیکار باوی با یک ارتش نیرومند به کرمان رفت این بود که قبل از حرکت از تهران خود را قوی کرد و با اینکه حمل توپ در جاده های ناهموار آن هنگام دشوار بود به هر اندازه که می توانست با خود توپ برد وقتی خان بابا جهانبانی با پنج هزار سوار وارد فارس گردید شنید که در جیرفت ادعی به هواقاهی لطفلی خان زن برخواستند خان بابا جهانبانی توقف کرد و از آقا محمدخان قاجار که هنوز در تهران بود کسب تکلیف نمود که آیا به سوی جیرفت برود یا اینکه راه کرمان را پیش بگیرد آقا محمدخان قاجار گفت که به طرف جیروف برود و خود او آزم کرمان خواهد گردید و خان بابا جهانبانی از راه دارا به فارس به طرف جیروف رفت یعنی راه جنوب سرزمین کرمان را پیش گرفت و کرمان کرسی سرزمینی به همین اسم در شمال جیروف قرار گرفت بعضی از مورخین نوشته ان که جهانبانی قبل از اینکه به سوی جیرفت برود عدهای از سواران خود را مأمور کرد که به کرمان بروند و لطفعلی خان زند از آن شهر خارج شد و به سواران جهانبانی حمله گردید و آنها را وادار به عقب نشینی نمود دسته ای هم میگویند بعد از اینکه لطفلی خان زن در کرمان مستقر گردید فقط یک بار از آنجا خارج شد و آن هم برای حمله به قشون آقا محمد خان بود و چون ارتش خاجه قاجار را نیرو مندید خواست به سوی قاین برود ولی جهانگیر خان سیستانی و چند نفر دیگر از مشاورین به او گفتند که از محاصره شدن کرمان بیم نداشته باشد چون آقا محمد خان نخواهد توانست که فصل زمستان در کرمان بماند و ناگزیر خواهد شد که مراجعت نماید خان زند گفت تا فصل زمستان مردم کرمان از گرسنگی خواهند مرد باز مشاورین او را آسوده خاطر کردند و گفتند که در کرمان مردم عادت دارند که آزوقه یک سال خود را در خانه ذخیره می و اینک که تابستان است همه آزوقه و سوخت زمستان خود را ذخیره نموده اند و هیچ کس از گرسنگی رنج نخواهد برد. جنگ آقا محمد خان قاجار در کرمان با لطفعلی خان زند یکی از جنگ های بزرگ ایران است و مردم آن کشور تا مدتی وقایع آن جنگ را برای یکدیگر نقل می کردند و شایسته است که به مناسبت جنگ مزبور وضع شهر کرمان به طور اختصار بیان شود تا اینکه خوانندگان بدانند شهری که در دو قرن و نیم قبل از این تحت محاصره آقا محمد خان قرار گرفت چگونه بوده است در دوره آقا محمد خان قاجار و قبل از آن کرسی سرزمین کرمان شهر کرمان بود و امروز نیز چنین است در شرق مردم عادت کرده که کرسی یک کشور را به اسم همان کشور بخوانند و هنوز هم کرسی سرزمینی که امروز یکی از ایالات ایران می باشد کرمان است در صورتی که در قدیم همین شهر که امروز موسوم به کرمان است سرد سیر نام داشت استخری از جغرافیادانهای های قدیم میگوید که کرمان دارای دو منطقه متمایز بود یکی گرمسیر و دیگری سردسیر و شهر کنونی کرمان در منطقه سردسیر آن سرزمین قرار داشت کرمان از زمان قدیم آباد بود و از مراکز بزرگ تمدن نژاد آریایی به شمار می آمد و حتی بعد از اینکه دریاچه وسیع و مرکزی ایران خشک شد کرمان اهمیت خود را حفظ کرد امروز بندر عباس و بندر هرمز و بندر جاسک و بندر میناب جزو بنادر کرمان نیست و از لحاظ تقسیمات اداری ایران جزو قسمت های دیگر است. ولی در قدیم این بنادر و بنادر دیگر جزء سرزمین کرمان بود و در آن بنادر تجارت خانه های بزرگ وجود داشت جغرافیادان ها و مورخینی که در قرون گذشته بنادر کرمان را دیده ان نوشته اند که در آن بنادر ای کثیر از بازرگانان چینی و هندی و ترک به سر می بردند و کرمان با تمام کشورهای شرق داد و ستد می کرد و آهن کرمان در جهان مشتریان خوب داشت و بعضی از شرق شناسان عقیده دارند که اولین بار سنگ آهن در کرمان زوب شد سرزمینی که امروز موسوم به کرمان است و به عقیده تمام مورخین از مراکز بزرگ نژاد آریایی بوده و آلمانی های نازی در نیمه اول این قرن افتخار می کردن که کرمانی هستند در کتب جغرافیا یادانها و مورخین قدیم یونان و لیدی به اسم کرمانیا یا کارمانیا یا جرمانیا یا ژرمنی کارمانی کرمانی خوانده شده است به نظر میرسد که قبل از اسلام کرسی سرزمین کرمان شهری بوده که خرابه آن در سعیداباد وجود داشته است بدون تردید در زمان آقا محمد خان قاجار آن خرابه وجود داشته و بعد از او سرپرسی سایکس معروف نویسنده و جهانگرد و مورخ انگلیسی آن خرابه را دیده است و بی مناسبت نیست که بگوییم کتاب جهانگردی پرسی ساکس به اسم ده هزار مایل در ایران یکی از بهترین کتاب ها برای شناسایی وضع ایران در آغاز سلسله قاجاری است. و به خصوص در آن کتاب سرپرسی سایکس وضع کرمان را خوب وضع می کند و چون خود کرمان را دیده و مدتی در آن شهر بوده تمام ابنیگه با اهمیت و معابر کرمان را وضع می نماید کسی که کتاب آن نویسنده انگلیسی را بخواند مثل آن است که در دوره جنگ آقا محمد خان قاجار با لطفلی خان زند در شهر کرمان زندگی می کرده است جغرافیادان ها و سرپرسی ساکس می گویند که در دوره قبل از اسلام شهری که خرابه آن در پنج مایلی شرق سعید آباد بوده و شاید امروز هم باشد به اسم سیرگان کرسی سرزمین کرمان بوده و اعراب نام سیرگان را مبدل به سیرجان کردند و نام منطقه کنونی سیرجان از همان اسم گرفته شده است. سیرگان قدیم شهری بوده از بزرگ و برگرد آن حساری وجود داشته به طول دویست و پنجاه متر سیرگان قدیم به قول مورخین قدیم از جمله که زیاس طبیب و مورخ معروف که در دوره هخامنشیان در ایران میزیسته دارای ده محله بوده و در هر یک از محلات آن شهر یک رسته از مردم میزیستند آن شهر تا قرن چهارم هجری قمری هم مرکز سرزمین کرمان بوده تا اینکه آل بوی بر کرمان مسلط شدند و مردی به اسم ابن الیاس از طرف پادشاه بوی حاکم کرمان گردید آن مرد کرسی آن سرزمین را تغییر داد و شهر سرد سیر را که بعد موسوم به برد سیر شد و همان شهر کرمان کنونیس کرسی آن منطقه کرد آنچه سبب شد که ابن الیاس شهر کنونی کرمان را کرسی آن سرزمین کند هوای خونک کرمان بود شهر کرمان با اینکه در منطقه قرار گرفته که طبق قاعده کلی باید گرم سیر باشد از مناطق سرد سیر یا معتدل به شمار می آید. زیرا شهر در یک منطقه مرتفع قرار گرفته و به مناسبت همان ارتفاع در فصل زمستان هوای کرمان خیلی سرد می شود ابن الیاس که نمی توانست هوای گرم سیرگان یا سیرجان قدیم را تحمل نماید کرسی کشور را منتقل به شهر کرمان کرد همزه اصفهانی که از مورخین قرن چهارم هجری است وجه نامگذاری کرمان را که گفتیم برد سیر خانده می شد این طور ذکر می کند شهر کرمان از بناهای اردشیر است و آن را به اردشیر می خواندند یعنی مکان نیکوی اردشیر و به اردشیر مبدل به بهر شیر و آنگاه بحر سیر و سپس برد سیر شد و جغرافیا دیگر به اسم مقدسی می گوید که آن را گواشیر نیز میخوانند وجه نامگذاری هایی که در تواریخ مورخین شرق بعد از اسلام ذکر شده در تمام موارد در خور اعتماد نیست چون مورخین با اینکه افرادی امین بوده اند فقط به ذکر شایعات اکتفا کرده اند و میدانیم که پی بردن به وجه نامگذاری شهرهای قدیم شرق نیازمند تحقیق لغوی است و این کار از عهده مورخین بعد از اسلام که از زمانهای قدیم ایران اطلاع نداشتند ساخته نبود ابن الیاس بعد از اینکه کرسی کشور را منتقل به شهر کرمان کرد در صدد برآمد که شهر را توسعه بدهد از نحوه توسعه شهر کرمان به دست ابن الیاس اطلاع نداریم و نمیدانیم که آیا شهر را در خارج از حصار آن توسعه داد یا نه اما میدانیم که بردسیر یا گواشیر هنگام فرود ابن الیاس به آن شهر دارای حصار بود و هتمشینلر دانشمند معروف اروپایی در قرن نوزدهم میلادی شهر کرمان را از شهرهایی میداند که به دستور کوروش مؤسس سلسله هخامنشی ساخته شد و یونانیان تمام آن بلاد را کورو پلیس مینامند وقتی ابن الیاس وارد شهر کرمان گردید آن شهر دارای چهار دروازه بود به اسم دروازه های خبیس، زرند، ماهان و مبارک در سال 1583 هجری قمری شهر کرمان مورد حمله قبایل قز قرار گرفت که بعضی آنها را خز خانده اند. قبایل قز از سرزمین توران واقع در مشرق ایران به کرمان حمله ور شدند و مورخین عقیده دارند که آنها از مردم بومی تورا نبودند و از جای دیگر به آنجا کوچ کردند طوری شهر کرمان بر اثر حمله سربازان قز ویران گردید که قزها نتوانستند در آن شهر سکونت کنند و کرسی کشور را منتقل به شهر زرند نمودند دو سال بعد از حمله قزها در کرمان آبادی تجدید گردید و در آغاز قرن هفتم هجری کرمان شهری آباد بود و هشت دروازه داشت و در سال 619 هجری قمری مورد حمله قتلق سرسلسله قره خطاییان قرار گرفت و بعد از اینکه کرمان را اشغال کرد در آن شهر یک مدرسه بزرگ ساخت آن مدرسه ویران گردید و از بین رفت ولی مسجدی که زوجه قتلغ موسوم به ترکان خاتون یا ترکان خاتون در کرمان بنا کرد تا دوره آقا محمد خان قاجار باقی بود و سرپرسی سایت آن مسجد را دیده است در دوره سلطنت قره خطاییان بر کرمان تجارت آهن کرمان رونق گرفت و وسعت یافت و مردم کرمان سنگهای آهن را از زمین استخراج می کردند و در کوره زوب می نمودند و آهن کرمان در آن دوره به کشورهای آسیا و آفریقا صادر می شد. سر پرسی ساکس مسجدی بزرگ را که ترکان خاتون زوجه قتلغ در کرمان ساخت از ابنیه بزرگ آن شهر می داند. در دوره ای که آقا محمد خان قاجار شهر کرمان را برای غلبه بر لطفعلی خان زن محاصره کرد نزدیک شهر کوهی بود که بالای آن خرابه قلعه ای وجود داشت و بعضی آن را قلعه کهنه می خواندند و برقی قلعه دختر می گفتند در همان دوره در وسط شهر کرمان یک قلعه یا ارک وجود داشت به اسم قلعه کهنه و حکام کرمان در آن قلعه سکونت می نمودند سر پرسی ساکس انگلیسی در کتاب خود می نویسد که وقتی آقا محمد خان قاجار شهر کرمان را محاصره کرد محیط شهر دو فرسنگ بود و حصار شهر یک و برج داشت و ارتفاع حصار از بالای خاک ریز خندق نه زرع بود و اگر از قعر خندق حساب می کردن ارتفاع حصار کرمان زیادتر می شد. در جنوب شرقی شهر کرمان به فاصله دو منزل راه قصب ای بود به اسم ماهان که امروز نیز هست و مزار یکی از عرفای برجسته ایران به اسم شاه نعمت الله ولی در آنجاست عارف مزبور به طوری که ایرانیان میگویند دارای کرامات بوده و از جمله تمام وقایع آینده را پیش بینی می نموده و کسانی که به او عقیده دارند می گویند که تمام آن وقایع اتفاق افتاده است و سر پرسی سایکس انگلیسی می نویسد که پیروان شاه نعمت الله ولی وقتی گرفتار یک مرض مزمن و غیر قابل علاج میشوند در هر نقطه از ایران که باشند خود را به ماهان میرسانند و در آرامگاه شاه نعمت الله ولی به سر میبرند و آنقدر در آنجا میمانند تا اینکه مداوا شوند و آزموده شده که بعضی از بیماران مداوا گردیده اند و نویسنده انگلیسی می نویسد که گویانی روی تلقین سبب مداوای بیماران می شود. شکل شهر کرمان به طوری که از نوشته جهانگردان مغرب زمینی که در اوایل سلسله قاجاری تا نیمه آن به ایران سفر کردن برمی آید یک کثیرالازلا بوده و می توانستن آن کسیر الازلا را که قسمتی از آن تنگتر از قسمت دیگر بوده طوری تقسیم نمایند که یک مربع و یک مربع مستطیل از آن به وجود بیاید چون شهر کرمان کسیر الازلا به شمار می آمد ارز شهر در همه جا به یک اندازه نبود و در بعضی از نقاط شهر کرمان بیش از جاهای دیگر ارز داشته است حسار کرمان را مثل اکثر حصارهای قدیم در شهرهای مشرق زمین با سنگ و گل مخلوط شن موسوم به دای ساخته بودند به این ترتیب که در طبقات پایین حسار سنگ به کار می بردند که پایه حسار محکم شود و همین که در موقع جنگ دشمن نتواند به سهولت تونل حفر نماید و وارد شهر گردد و بالای طبقه حصار را با گل مخلوط سنگ ریزه می مشروط بر اینکه گل مرده یعنی خاکی که از آوار امارات ویران به دست آمد نباشد دیواری که با گل مخلوط با سنگ ریزه ساخته میشد محکم تر از دیواری بود که با خشت خام بنا کردند و تقریبا تمام جهانگردان مغرب زمین که به ایران مسافرت کرده اند راجب آن دیوارها صحبت نموده با اینکه که طبقه فوقانی حصار کرمان را با دای ساخته بودن ویران کردند و آن اشکال داشت و با توبهای سبک نمی آن را ویران نمایند و توبهای سنگین تر در ایران وجود نداشت اگر توبهای سنگین را در مراکز صنعتی ایران می ساختند به مناسبت سنگینی توب و نبودن راه های شوسه نمی توانستند آنها را به کرمان منتقل نمایند مگر اینکه توبهای سنگین را در خود محل بسازند و استادان توب سازی را وادارند که پشت حصار کرمان از مفرق توبهای سنگین بسازند از این جهت میگوییم از مفرق توبهای های سنگین بسازند که در آن هنگام حتی در اروپا نمی توانستن با پولا توب بسازند تا چه رسد به ایران که در دوره آقا محمد خان قاجار صنعت استخراج آهن و زوب آن را نداشت و ایرانیان آن صنعت را فراموش کرده و فقط می توانستند آهن معمولی را در کوره ها سرخ کنند و بکوبند و حتی نمی توانستند کوره ای بسازند که آهن را زوب نماید شاید در آن هنگام هم استادانی بودند که از عهده زب آهن بر می آمدند ولی چون مشوق نداشتند و زمامداران ایران فکر زب آهن را نمی کردند نمی توانستن هنر خود را بروز بدهند و در هر حال در ایران مثل اروپا کسی نبود که توپ پولادی بسازد ولی توپ مفرقی را می ساخت. دنیای کتاب صوتی